با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. جنبش انقلابی مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تا کنون که نزدیک به 100 روز ازش گذشته، بیش از 506 نفر در این اعتراضات جان باختن که در بین اونها 68 نفر کودک می باشند. بنا به گزارشی که اخیراً عفو بین الملل منتشر کرده، 26 نفر از بازداشت شدگان در معرض خطر اعدام قرار دارند و بنا به گزارش هرانا بیش از 18452 نفر در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به سر میبرند به خاطر شرکتشون در جنبش انقلابی کنونی. در برنامه امروز رو در رو ما با نسرین رمضان علی خواهیم بود و نگاهی میاندازیم به زندانها، وضعیت زندانیان سیاسی، همچنین نگاهی میاندازیم به موقعیت کنونی جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم و همچنین نگاهی میاندازیم به اعتصابات کارگری. با سلام به شما نسرین رمضان علی عزیز و با تشکر از این که به ما وقت دادین تا در برنامه امروز رو در رو ما با شما باشیم. درودهای فراوانم و تقدیم حضور شما و همچنین بینندگان عزیز برنامه میکنم. اجازه بدید به یک نکته اشاره بکنم. قطعا امشب شب گلداست و گویا درازترین شب سال و خیلی ها قبلها جشن میگرفتن. شب یلدای امسال در سراسر ایران ما شاهد این بودیم در گرامی داشته یاد جان باختگان. مردم شمع روشن کردند، مزار این عزیزان رو گلباران کردند و با تصاویری که در میدیای اجتماعی هست، شب یلدا شب طولانی ترین شب مادری هستش که برای یخ از همسایه میخواد یخ بگیره برای تن بیجان فرزندش، برای مادرانی که نگران، پدرانی که بغض کرده هستن و احکام اعدام رو به فرزندانشون دادن، و خانواده همونجور که شما اعلام کردید بیش از 18,000 نفر هستش که نگران وضعیت حال فرزندانشون هستن، عزیزانشون هستن در زندان. ما هم اینجا اعلام میکنیم در کنار خانواده های جان باختگان هستیم، غم این عزیزان رو با فریادهامون، مبارزاتمون در سراسر دنیا باشون شریک و همدرد میشیم. فرصت زانوی غم بغل کردن نیستش. امروز تنها چیزی که میتونه مرهمی باشه بر روی زخمهایی که به تن و جان یکایک ما هستش مبارزه هست تا سرنگونی این حکومت فاشیستی اسلامی. در خدمت. ممنون از شما نسرین عزیز. جوخهای اعدام رژیم جمهوری اسلامی توی مدت حیات ننگینش همیشه کار میکرده و اخیراً هم وقتی که رژیم جمهوری اسلامی با سرعت محسن شکاری رو اعدام میکنه و در زمانی که مردم کاملاً شوک زده هستن و خشمشون هرچه بیشتر بر علیه رژیم جمهوری اسلامی متمرکز میشه به دنبال اعدام محسن شکاری عزیز، به دنبال اعدام محسن شکاری با اعدام وحشیانه دیگری، با اعدام وحشیانه مجید رضا رهنورد روبرو میشن، جوان ورزشکار مشهدی که در ملأ عام و در حضور بسیج اون رو به دار میزنن بدون این که خانوادهش بدونن که فرزندشون، عزیزشون داره اعدام میشه و بدون این که خانوادهشون بدونن که به دنبال اعدام عزیزشون رو دفع کردن، خانواده شوک زده میشه و همه مردم شوک زده میشن. میخواستم ازتون بپرسم
تأثیر این بیرحمی و جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی صورت داده و طبیعیه که خواسته مردم رو در واقع شوک بهشون دوباره وارد بکنه، تأثیر این بیرحمی و جنایت در بین معترضین و در بین مردم و در ارتباط با جنبش انقلابی سرنگونی به نظرتون چی میتونست باشه؟ ببین اجازه بدید این خبر را بدم. متاسفانه در ساعت بامدادی امروز دو نفر از بازداشت شدگان زاهدان رو جمهوری اسلامی بدون اینکه به خانواده یا وکلای اونها اعلام کنه متاسفانه اعدام شدن. اما برگردیم به این مسئله که واقعا این اعدام ها تونسته خلایی در مبارزات مردم ایجاد بکنه یا فضای ترس و رعب و وحشت ایجاد بکنه؟ به نظر من هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. اتفاقا من فکر میکنم مردم اگه عرصه مبارزاتی رو نگاه بکنید، تداوم این اعتراضات رو نگاه بکنید، میگم ما قبلا شاهد بودیم که ممکن بود در بهترین حالت 2 هفته یا 3 هفته این اعتراضات به طول می انجامید و الان 100 روز رو سر گذاشته و همچنان اعتراضات در جریانه. ببینید قطعا قلب همه ما جریحه دار میشه وقتی جمهوری اسلامی اعدام میکنه و بازتاب این اخبار از جانب هر انسانی که یک جو بیداری در وجودش باشه ناراحتش میکنه و بازتاب میده این خبر. اما آیا مردم در کنار این توحش و بربریت جمهوری اسلامی ساکت موندن؟ نه، اینجوری نیستش. ما باید حساب این رو بکنیم که یکی از فرماندهان سپاه داره تو صحبتهاش توضیح میده، میگه بیش از 300 نفر از نیروهای انتظامی ما در پروسه این اعتراضات کشته شدن، به هلاکت رسیدن، حقشون رو مردم کف دستشون گذاشتن. وقتی که مردم حمله میکنن به حوزه های علمیه، وقتی که مردم به مراکز مذهبی حمله میکنن، به آتش میکشن مجسمه قاسم سلیمانی و خمینی و بنرهای خامنه ای رو به آتش میکشن، در شهر تهران ما شاهد بنرهای زیادی هستیم که کاریکاتوری از یه خوناشام هست، تصویر خامنه‌ای هستش و بچه های مدرسه رو میبینیم که دارن شعار میدن و فحش به خامنه‌ای میدن و به جمهوری اسلامی میدن. اعتراضات رو که داریم میبینیم به نظر من جمهوری اسلامی شکست خورده هستش، شکست خورده بوده تا کنون. و اتفاقا مسئله ای که در واقع در این دوره از اعتراضات بازتاب خیلی فراوانی داشته، اون هم سازماندهی در خارج کشور بوده و ایرانی هایی که در کشورهای مختلف بودن مدام خیابونها رو خالی نکردن و برای هزارمین بار ثابت کردند که خیابون این کشورها با ایران وصله و این مبارزات تأثیرات مستقیمی رو هم دیگه داره. فکر میکنید نمایندگان پارلمان توی آلمان، اروپا خیلی راست اومدن و کفالت کسی رو به عهده گرفتن؟ به نظر من فشار این مبارزات توی خارج کشورم بوده و من فکر دوست دارم این نقطه رو بگم. بفرمایید. یه جمله اعتراضی هستش، اینجوری نیستش ساده بگذره. در مقابل عزیزانی که توی خیابون مورد هدف قرار میگیرن، با اسلحه گرم بهشون شلیک میکنن، جان باختن، بلکه در همون شعاری که میدن اگه یکی ازشون کم بشه 1000 نفر ازشون کم میکنن.
و این به واقعیت امر داره امروز در ایران صورت میگیره و نباید ما بیشتر اون چهره ضعیف رو از این جنبش نشون بدیم، چون تبحرش جمهوری اسلامی است. در مقابلش یه جنبش واقعا تعرضی میلیتان داره شب و روز توی خیابون و کوچه ها به اشکال مختلف خودش رو سازمان داده و مبارزه میکنه. خب شما اشاره کردین در سطح جهانی و در خارج از کشور با کفالت نمایندگان مجلس و سیاستمداران در ارتباط با زندانیان سیاسی روبرو بودیم که این بسیارم گسترده بوده. به نظر شما رابطه این کفالتی که صورت گرفته با اعتراضات مردم در خیابانها و روی زمین برای آزادی و دفاع از زندانیان سیاسی چیه و این رو چجوری میبینید؟ این رابطه، دوتا رابطه رو بفهم. واقعیتش کفالت که الان توسط این نماینده های پارلمان شده، من در ابتدا گفتم اینا نیومدن خودشون این کار رو بکنن، بلکه یه فشار وسیعی از جانب ایرانیان در خارج کشور بوده، مبارزاتی که بوده، چه میدونم اشغال دفاتر حتی احزاب اروپایی از یه طرف، یعنی اینجوری نبوده که اینها بیان خودشون این کار رو بکنن. این یه مسئله است. مسئله بعدی هم خود موقعیت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تو بحران سیاسی اقتصادی که همیشه ما گفتیم فرهنگ اجتماعی که گیر کرده، فکر میکنه راه نجاتش در واقع یا عمر خریدن برای خودش یه نوع وارد میدان مذاکره نشدن با اروپا هست. بخشن تلاش کردن در دوره ظریف، این تلاش خیلی زیاد بود، اینجوری برای خودشون عمر بخرن و در دوره ریاست جمهوری رئیسی در واقع شکست دیگه‌ای بود برای جمهوری اسلامی. تلاششون این بوده که در واقع خودشون رو قوی نشون بدن، سعی بکنن بیشتر با چین و روسیه حمایت اونا رو داشته باشن، که اخیرا هم حمایت اونها به جایی نرسیده که این حکومت رو نجات بده. مهم یک مسئله هستش به نظر من، چه در یعنی خود این نماینده ها، دولت هایی که اینجا هستن میدونن که مردم ایران جمهوری اسلامی رو نمیخواد. این مسئله مال امروز نیست، مال این دوره از اعتراضات نیستش. با سر کار اومدن جمهوری اسلامی، با پایان جنگ 8 ساله، دولت ها متوجه این امر بودن که وصله ناجوری به تن اون جامعه هستش جمهوری اسلامی. هر فرصتی هم که شد مردم به میدان اومدن و به نظر من منفعت این دولت ها در این بوده تا کنون همچنان با جمهوری اسلامی مماشات بکنن. جمهوری اسلامی یکم معتدلتر رو میخواستن که در واقع جمهوری اسلامی هم نه معتدل میشه، نه اصلاح پذیره، نه تغییر میکنه، نه یعنی در واقع ماهیت این حکومت اگه تغییر بکنه، در واقع میخواست تغییر بکنه، خیلی زودتر از اینا این حکومت سرنگون میشد توسط مردم. مبارزاتی که در اون جامعه در جریانه و در این حال مبارزاتی هم که در خارج کشور هستش، اینها رو مجبور کرده به اینکه بیان کفالت سیاسی زندانیان رو قبول بکنن، اونهایی که محکوم به اعدام شدن اینها رو قبول کنن یا محکوم به زندانی های طولانی مدت شدن. هرچند این بیشتر یه حالت شاید سمبولیک باشه که صدای این زندانیان به گوش دنیا برسه. ما همیشه توی تجمعاتمون گفتیم ما انتظاری نداریم این حکومت ها بخوان مردم رو حمایت بکنن، لطفا جمهوری رو حمایت نکنن، ما حمایت مردم اروپا رو داشته باشیم و مردم تو خود اون جامعه خیلی راحت تر میتونن
تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن بکنن، زد و بندهاشون رو قطع بکنن، کنسولگری ها این لانه جاسوسی و تروریسم اسلامی رو ببندن، سفیراشون رو از ایران بیارن بیرون. اون موقع تازه میتونیم بپذیریم که صدای انقلاب مردم ایران رو دول اروپایی هم شنید. خب نسرین عزیز، به دنبال این مسئله ما همچنین با شورای حقوق بشر کمیته حقیقت یا به شورای حقوق بشر سازمان ملل روبرو هستیم که اخیراً سه حقوقدان زن رو به عنوان اعضای کمیته حقیقت یا در مورد کشتار و سرکوب معترضین در ایران تعیین کردن که از این سه نفر یکیشون سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادشه، یکی دیگرشون شهین سردار علی استاد حقوق از پاکستانه و همچنین یوانا کرستیک سیویک فعال حقوق بشر از آرژانتین است و اینجوری که به نظر میرسه رزومه هر ستایشون در ارتباط با دفاع از حقوق بشر رزومهشون به نظر میرسه که رزومه موفقی داشتن. شما تاثیر این کمیته و فشارش رو و روی جمهوری اسلامی و همچنین در کنار کفالت‌های سیاسی که صورت گرفته در کنار این فشارها رو بر روی رژیم جمهوری اسلامی چجوری ارزایی میکنید و تحصیلش در ارتباط با زندانیان و همچنین سرکوب وحشیانه که رژیم درون جامعه ایران داره به پیش میبره؟ ببین، در پاسخ به سوال قبلیتون گفتم فشاریه که مردم در واقع اعتراضاتی که میشه خانواده زندانیان سیاسی، خانواده جان باختگان، خانواده مفقود الاثرها در واقع ارجاع میدن به خیلی از این مسائل رو به سازمان حقوق بشر. در ارتباط با خود خانواده دلگرمی هم این فشار ها نمیتونه به نظرتون باشه و یه انرژی به اون خانواده ها بده در ارتباط با این که این خانواده ها تنها نیستن و از طرف دیگه فشار های هم داره روی رژیم جمهوری اسلامی صورت میگیره حتی به شکل نمادین هم بده؟ که زیر فشاره، چقدر جمهوری اسلامی زیر فشاره؟ سازمان های حقوق بشری در اروپا و پارلمان هاشون هم همونقدر توسط مردم تحت فشارن. فکر میکنید یهو 100,000 نفر میاد برلین، این 100,000 نفر همش ایرانی بوده که بخشش مردم جامعه آلمان بودن اومدن. الان سازمان های ایجاد شده و این سازمان ها در واقع مردم آلمانی هستن که کانون ها و تشکل های غیر انتفاعی دارن در رابطه با مسئله حقوق بشر علیه راسیسم، علیه فاشیسم، علیه نازیسم و اینها در شرایطی که کشورهای مثل ایران مردم میان توی خیابون میان حمایت میکنن و صدای مردم میشن. ببین نکته من و من فکر میکنم مردم دلگرمیشون به این هیئت نیستش. مردمی که 43 ساله عزیزاش رو میگیرن زیر شکنجه میکشن، که مردمی که هر بار اومدن وارد اعتراض شدن قتل عام شدن و اینها سکوت کردن و شرماورترین در واقع دهنکجی به مردم ایران، فرش قرمز زیر پای روحانی 6 کلاس سواد جنایتکار جزء هیئت مرگ بود دیگه. این بشریت متمدن عرق بر پیشانیش می نشست وقتی برای یه همچی جنایتکاری فرش فراهم کردن که بره در رابطه با حقوق بشر صحبت کنه. این سازمان های حقوق بشری از نظر من دارم نظر خودم میگم و فکرم نمی کنم مردم ایران امروز خیلی دلخوش باشن به این هیئت ها. اتفاقا من نوشته کوتاهی رو از یه زندانی
سیاسی در سال 67 بازنشر کردم. وقتی اعدام های دست جمعی میشه اونجا، نماینده سازمان ملل با لاجوردی میرن تو زندان ها، مثلا به زندانیا سر میزنن. به محض اینکه اینها از زندان میان بیرون، اعدام ها صورت میگیره. برای همین من فکر میکنم ما باید، درسته اینها اوکی دستشون درد نکنه، با فشار ما مردم یه کمیته رو تشکیل دادن. آیا این کمیته پس بر سر اینه؟ این کمیته هنوز نمیدونه مهسای امینی رو، چون حجابش ظاهرا اونجور نبوده که ارشاد خواسته، زدن کشتن. یعنی هنوز نمیدونن چه بلایی سر نیکاش شاکرمی اومد، هنوز نمیدونن چه بلایی سر حدیث اومده، هنوز نمیدونن 67 کودک کشته شده، هنوز نمیدونن هزاران کودک مدرسه‌ای توی زندان‌ها هستن در بدترین شرایط. مگه کورن؟ مگه کرن؟ برای همین میگم خود تعیین این هیئت و اینکه اینها بخوان حقیقت رو جستجو کنن، از نظر من دروغی بیش نیستش. و مردم ایران هم، اون جوانهایی که توی خیابون هستن، شعارهاشون رو گوش بکنی، منتظر این سازمان ها نیستن. این سازمان ها تنها یک نفر رو از اعدام نجات ندادن. جمهوری اسلامی که 43 سال اعدام میکنه، 43 سال داره فعالین رو، فعال حقوق زن، دانشجو، کارگر، کودک، حیوان، محیط‌زیست میگیره و در واقع زندگیشون رو نیست و نابود میکنه. این سازمان حقوق بشر، دوست دارم این نکته رو حتما بگم، آیا مازیار ابراهیمی رو نشنید؟ کور بود، کر بود. مازیار ابراهیمی به خاطر اینکه از زیر شکنجه نجات پیدا بکنه اعتراف کرد و هرچی گفتن امضا کرد. چرا باید امروز یاسین، سامان یاسین مجبور بشه در زندان که حکم اعدام بهش دادن؟ فقط به خاطر اینکه آواز آهنگ خونده، حکم اعدام بهش دادن، زیر شکنجه بوده، مجبورش کردن اعتراف بکنه با اون چیزی که اونا میخوان و اعتراف نکرده. برای فرار از زیر شکنجه سامان یاسین مجبور میشه قرص بخوره، خودکشی بکنه. و این اولین و آخرین نمونه نیستش در جمهوری اسلامی. من نمیدونم این کمیته حقیقت یا میخواد چه حقیقتی رو پیدا کنه. حقیقت همونیه که تو کف خیابونه، حقیقت همونی هستش که همیشه اخبار با 24 ساعت تأخیر به دست ما میرسه، چون اینترنت و همه چیز رو اونجا فیلتر کردن. من اینجا مردم ایران باید دلگرم باشن. ما انتظار از اونا داریم، اونا انتظار از ما دارن و همه ما باید در مقابل این حکومت و دولت ها بیستیم. ما اگه اجازه بدیم وارد قسمت بعدی برنامه میشیم در ارتباط با خیزش کنونی که الان نزدیک به 100 روز از جنبش عظیم مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی میگذره و شهرهای مختلفی سراسر جامعه درگیر این جنبش بزرگ و عظیم بوده که در تاریخ ننگین رژیم جمهوری اسلامی بی سابقه است و مردم با صدای بلند و با شجاعت وسیع اعلام میکنن که دیگه این رژیم رو نمیخوان و خواهان آزادی، برابری، رفاه میباشند. که این اعتراضات با حمایت‌های وسیع بین‌المللی و در افکار عمومی نیز روبرو شده. میخواستم نظرتون رو جویا بشم. به نظر شما بزرگترین دستاورد این جنبش عظیم، اگه بخوایم لیستش بکنیم، بزرگترین دستاوردهای این جنبش عظیم و این مبارزه عظیم تا الان چی بوده؟
ببینید اگه ما نگاه کنیم در اعتراضات قبلی نخواهیم سطحی از روی مسائل بگذاریم، خب خیلی موقع ها اثر جنبش سرنگونی، خیلی ها میان مصلحت طلب میشن، خیلی ها میان همه با همه میشن، خیلی ها میان مسئله صرفا اتحاد رو مطرح میکنن و همش میگن بذاری جمهوری اسلامی سرنگون بشه، بعد میاییم بعد از جمهوری اسلامی تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم. ما توی شعارهایی که توی جامعه هستش میبینیم که واقعا گرایشات دارن خودشون رو توی جامعه و توی اعتراضات نمایندگی میکنن. ما قبلنها مثلا سال حتی 68 هم که 68 کمتر شده بود، خیلی موقع ها مسئله ملیگرایی برجسته می شود. خیلی موقع ها می دیدیم بحث نمیدونم رضا شاه روحت شاد مطرح می شود. خیلی موقع ها می دیدی شعاری مثل فرزند کارگرانیم تنهایشان نمیگذاریم خیلی کم مطرح می شد. حتی به درجاتی ما شاهد این بودیم که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو کمتر به درجاتی می شنیدی. توی این دوره اگه این مبارزات رو نگاه بکنیم، یکی اینکه تداوم داشته، نقطه قوت این خیزش و این قیام تداومشه که همین امشب در یعنی تا همین الان در چندین محله تهران اعتراضات شروع شده، در سنندج خیابون‌ها رو مسدود کردن، اعتراضات شروع شده، در سقز اعتراضات شروع شده و همینجوری داره اخبار میاد که سایر شهرها در شب یلدا اعتراضاتشون رو به چه شکلی دارن در واقع ادامه میدن. بنابراین تداوم اینه، در این حال گرایش راست و چپ توی جامعه درسته دارن با هم تظاهرات میکنن، هیچ کس از نظر همدیگه نمیپرسه، منتها شعارهایی که مطرح میشه، شعارهایی که بر دیوارها نوشته میشه، شعارها و سرودها و اطلاعیه ها و ایجاد کمیته های محلات نشون میده که این اعتراضات داره بیشتر خودش رو سازمان میده. دیگه حتی نه تنها تو در واقع اعتراض شبانه یا اینکه شبا بیان شعار بدن تو این خلاصه نمیشه، شبنامه های وسیعی که داره پخش میشه الان به خصوص تو محلات کارگری و همین اعتراضات رو ما میبینیم که کشیده به مدارس، دانشگاه رو شاید اگه جدا بکنید، جدا که نه، جنبش دانشجویی خودش جنبش قویی هستش و هر روز شاهد این اعتراضات هستیم، شعارهاشون هستیم، سرودهایی که خونده میشه. میبینیم که واقعا امروز تو جنبش سرنگونی صرفا مسئله سرنگونی خود جمهوری اسلامی مثل خیلی اپوزیسیون که سعی میکنن یعنی بگن که مسئله ابتدا سرنگونی جمهوری اسلامی، اونجا به دنبال آلترناتیو هم هستن و شعارهای آلترناتیوی خودشون رو دارن طرح میکنن. کسی که شعار آزادی و برابری، دموکراسی و اداره شورایی رو میاد مطرح میکنه، بالاخره نشون میده این اون دستاوردهای بزرگه. و در این حال من فکر میکنم الان تقریبا یه دو هفته سه هفته میشه که شاهد اعتراضات بخشن خود کارگری هم هستیم. دو اعتراضات کارگری ما قبلا شاهد مطالبات کارگری بودیم که طرح میکردیم، اما یکی الان از خواستا آزادی فوریه،
زندانیان سیاسی آزادی بازداشت شدگانه که در سلوحه خواست کارگر پتروشیمیه که در این که مطالباتش رو طرح میکنه شعار سرنگونی و مرگ بر دیکتاتور و آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان هم میده که خود همه اینها رو در کنار هم بذاری، من فکر میکنم گام های بزرگی جامعه و جنبش سرنگونی جلو اومده و همچنان هم در واقع گرایشات درون این جنبش تقابلاشون رو با خودشون دارن که اون تقابلی که تو داخل هستش توی خارج کشور ما بازتابش رو میبینیم که مثلا تو شهر ما 3 تجمع بزرگ هستش، هر کدوم از این تجمع ها دارن بخشی از این جنبش رو نمایندگی میکنه و هر کدوم میگه من در واقع آینده بهتری رو برای ایران ترسیم میکنم، برای مردم ایران ترسیم میکنم. الان یکی میگه قدرت به دست شورای، یکی میگه قدرت به دست من، به دست خودش میخواد بشه. به هر حال من فکر میکنم این جنبش هرچی بیشتر جلو بره این گرایشات هم در واقع روشنتر، شفافتر تو شعارهاشون، تو مطالباتشون خودشون رو نشون میدن که کم سابقه بوده. من فکر میکنم در طول 44 سالی که جمهوری اسلامی حکومت داشته و ما شاهد خیزش ها و اعتراضاتی در واقع از سال 67 شاهد بودیم، هر چند وقتی با خیزش های گسترده در ایران بوده، منتها این دفعه من فکر میکنم خب متفاوته و مردم برای آزادی و برابری، رفاه، امنیت، همه اینها رو از جمله میخوان و نه یه خورده آزادی میخوان، نه یه خورده بهبود در زندگی معیشتیشون، بلکه کلیت خاص و مطالبات برای زندگی در شأن انسان قرن 21 رو اون مردم مطالبه میکنن. شما به یه سری دستاوردها در این اعتراضات اشاره کرده، این سوالی که میتونه برای برخی مطرح باشه این که این دستاوردها چقدر تثبیت شده است، آیا احتمال این که شرایط جامعه جوری باشه که به دوران قبل از 100 روز گذشته برگرده، به عنوان نمونه مسئله حجاب، مسئله گشت ارشاد و مسائل دیگه که به عنوان دستاوردم شما بهش اشاره کردین، اعتراضاتی که تا الان مطرح بوده. ببینید اگه سال 96 بعد از اون اعتراضات شرایط به قبلش برگشت یا 98 به قبلش برگشت، میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم بگیم به قبل برگرده، طبعا بر نمیگرده. همین نقطه‌ای که الان شما بهش اشاره کردید، مسئله حجاب، الان همه فیلم ها از یعنی تو پاساژ، تو صف، تو پیاده روها، فیلم هایی که ما میبینیم زنان حجاب ندارن، در مقابل نیروهای سرکوبگر وای میستن و بدون روسری وایستادن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هیچ موقع نمیتونه به قبل از در واقع این اعتراضات، یعنی قبل از مرگ مهسا امینی برگرده، نمیتونه. این جامعه پیشروی های زیادی رو کرده، این جامعه قدرت حتی خودش رو بیشتر شناخته، اگه قبلا نمیشناخت امروز بیشتر میشناسه. اگه قبلا یهو میدیدی در بخشهایی یا استانهایی اعتراض میشد و بقیه مثلا میگفتن که من فکر میکنم بخشن شاید حتی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی و اتاق فکراش میگفتن که خب مثلا کردستان به میدان اومده، چرا تهران به میدان نمیاد، یا اصفهان به میدان اومده، چرا شمال ایران به میدان نیومدن. ما شاید یه اعتراض سراسری هستیم که از شمال به جنوب و شرق به غرب همه بیرون اومدن، تنها در شهرهای بزرگ نیستش، در شهرهای کوچیک هست، در روستاها هستش.
و به نظر من اگه محدودیت های انترنتی برداشته بشه و شاید بخشن ماهایی که خودمون با ایران در تماس هستیم فرصت این رو می داشتیم که کل اون گزارشاتی که در طول روز از شهرهای مختلف دریافت می کنیم اینها رو بازتاب می دادیم، بعد می دیدیم که در واقع این جنبش اعتراضی در جاهایی که سرعت اینترنت زیاده یا خیلی محوری هستش اونقدر شاید اعتراضات سنندج، تهران، تبریز، اصفهان یه جورایی چشم مردم رو میگیره، مال ابهر چه میدونم جاهای شهرهای کوچیکتر به چشم نیاد و باستا پیدا نکنه، ولی ما الان با این اعتراض گسترده و در این حال رادیکال روبرو هستیم. دیگه این جنبش بر نمی گرده به قبل از مرگ مهسا امینی، برای اینکه امروز پارلمان اروپا اومده حمایت خودش را از مبارزات مردم اعلام کرده، اونم به ضرب همین مبارزات مردم چه در داخل و چه در خارج اومده حمایتش رو اعلام کرده. پارلمان اتریش، آلمان، سوئد، دانمارک، نروژ، فنلاند، تمامی این کشورها وقتی دارن حمایت خودشون رو اعلام میکنن و جمهوری اسلامی رو از کمیسیون حقوق زنان با اردنگی بیرون میندازن، این فشار این جنبش رادیکال هستش که در تمام عرصه ها وارد شده که اینا رو مجبور کرده که جمهوری اسلامی رو بندازن بیرون. همین الان ما شاهد این هستیم بحث اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار داره مطرح میشه و این رو خود سازمان جهانی کار مطرح نکرده، چون کارگر حقوقش پایمال میشه، ماها حقوق نمیگیره، نرخ تورم شده 63%، مردم هنوز حقوقشون حقوق حتی حد خط بقام نیستش. یعنی سازمان جهانی کار از این زاویه نیومده که حقوق طبقه کارگر نقص میشه جمهوری اسلامی رو بندازه بیرون، بلکه این اون جنبش رادیکال و قوی هستش اینها رو مجبور کرده که صداشون در بیاد، که به هنوز فعالین کارگری ما، معلمین ما توی زندان هستن و از سرنوشتشون خبر نداریم. قطعا بر نخواهد گشت به اون دوره و با تمام دستاوردهایی که میگم دستاورد خیلی زیاد بوده، وقتی آدم صحبت میکنه یکی بعد از دیگری در واقع این دستاوردها رو میتونه بر به شماره، این در واقع تخت پرشی میشه برای تعرض گسترده تر، سازماندهی بیشتر به خصوص تو محیط کار و زیست مردم و طبقه کارگر. نسیم رمضان علی، این جنبش چجوری میتونه پیروز بشه و بعد معنای پیروزی از نظر شما چیه؟ بفهم. معنای پیروزی از نظر من، خب بالاخره به عنوان یک کسی که خودش رو متعلق به جنبش کمونیسم کارگری میدونه، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی برای من محوری هستش، انقلابی به این یعنی در واقع به این معنا، چون خب خیلی از یه انقلاب صحبت میکنن یا بحثای اینجوری که داره طرح میشه، ولی کدوم انقلاب؟ اون چیزی که مد نظر منه انقلاب کارگریه، اون چیزی که مد نظر منه تو اون جامعه مردم بتونن از آزادی، برابری، رفاه، امنیت برخوردار باشن. من نمیتونم مردمی که 40 ساله به تمامی لحاظ تحت ستم و فشار قرار گرفتم بعد بگم که خب من اومدم به قدرت رسیدم، من باید ایران رو آباد کنم.
پس مردم، شما طبقه کارگر، شما گشنگی بکشید، شما بی حقوقی تحمل بکنید. تو اون جامعه اونقدر ثروت هستش که مردم میتونن از زندگی در واقع این کلمه الان اپتیمال نمیاد، خیلی خوبی برخوردار بشن. اون همه اختلاس ها و پول هایی که الان سران حکومت به خارج آوردن، افشاگری هایی که خود رژیم، جنگی که تو درون دارن افشاگری میکنن در مقابل همدیگه که کی چقدر پول برده و کجا بردن، و یکی میگه ونزوئلا برده شده، یکی میگه در کشورهای عربی این پول ها هستش. خب ما میدونیم که کانادا و آمریکا و اروپا بانکاشون در خدمت سران حکومت جمهوری اسلامی بوده و پول زیادی با همین ها میت ما که متعلق به جنبش کمونیسم کارگری هستیم تضمین بکنیم، بگیم مردم میتونن از بهترین امکانات برخوردار باشن. اگه در غیر این صورت باشه، در غیر این صورت باشه، به نظر من الان میگم مثلا شاید سخنگو یا تئوریسین راست پروگر 20 سال پیش بود میگفت که اگه ما قدرت بگیریم، آقای داریوش همایون میگفت اگه ما قدرت بگیریم باید مردم کمربندهاشون رو تون بکنن. قطعا همین جریان، همین جنبش ملی اگه بخواد راست پروقت بخواد قدرت رو بگیره، به مردم اولین چیزی که تحمیل خواهد کرد کمربندهاتون رو محکمتر بکنید که بخوایم ایران رو آباد و آزاد بکنیم، که قطعا ایران آباد و آزاد با گشنگی دادن به طبقه کارگر و مردم صورت نمیگیره و مردم حق دارن از تمامی ثروت هایی که توی اون جامعه هستش استفاده کنن و این رو این جنبش میتونه تضمین بکنه. و من امیدوارم چقدر شانس داشته باشیم اون یه بحث دیگه ایه که این جنبش بتونه هرچه بیشتر دست بالا داشته باشه، بتونه سازماندهی رو در ابعاد گسترده، چه در محیط کار چه در محیط زندگی، سازمان بده، نه تنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی بلکه قدرت رو، چون مسئله خود سازماندهی قدرت فرداست. راحت نتونن قدرت رو از دستش بقاپن بلکه بتونه این قدرت رو نگه داره. بله، وارد قسمت دیگه برنامه میشیم در ارتباط با اعتصابات کارگری و حضور طبقه کارگر در این خیزش انقلابی. روز شنبه 26 آذر شمار بسیار بزرگی از کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز در اهواز، اسدالله، ماشهر، گکساران، جزیره، خاک گناباد دست به اعتصاب زدن و عمدتاً هم خواستاشون افزایش حقوق بر مبنای تورم بود، بالا رفتن رفاه و معیشت، پرداخت پاداش بازنشستگی، و این عملاً یه نقطه عطف مهمی بود که کارگران و کارکنان رسمی نفت با اعتصابشون مهر خودشون رو به جامعه زدن و اعلام حضور خودشون رو با صدای بلند به جامعه ابراز کردن. سوالی که اینجا مطرحه این که برخی نقدشون در ارتباط با طبقه کارگر این بوده که طبقه کارگر به مثابه یک طبقه و اعتصاباتش، حضورش در این اعتراضات کمرنگ بوده. شما نظرتون راجع به این انتقادی که مطرح شده چیه؟ بفرمایید. ببینید، من فکر میکنم که تعدادی یکم جبرگرایانه به مسئله نگاه میکنن، یا نمیدونم، شاید این کلمه هم زیاد درست نباشه، مردم به تو در واقع به طور
عموم و عام از اینکه جمهوری اسلامی همچنان در قدرت هستش ناراحتند و بعضی موقع ها قبل از 16 آذر یا اعتراضات به دانشگاه ها کشیده بشه، ما می دیدیم که همین اگه بگیم شاید بهتره جنبش سرنگونی مردم عموما که توی خیابون بودن می اومدن، مثلا که من بخشم فکر می کنم شاید کار خود سایبرهای جمهوری اسلامی و اتاق فکرهای جمهوری اسلامی باشه که میان یه همچی چیزهایی هم زیاد مطرح می کنن یا بخشن ناآگاه به شرایط هستن که چرا دانشگاه ها اعتصاب نمی کنن، چرا وارد اعتصاب نمی شن، چرا نمیان بیرون، چرا تو موندن، چرا یعنی خارج گود بودن و در واقع اون ارتباط تنگاتنگ رو با این جنبش ها نداشته باشی، میتونی تحلیل های نادرستی هم بدی. آیا درست همون موقع بعد از مرگ مهسا که شهرها شلوغ شد، همون لحظه میگم دانشگاه ها میتونستن اعتراض بکنن، شهری بر ماه بود، دانشگاه ها بسته بود و با باز شدن دانشگاه ها اعتراضات تو دانشگاه شروع شد. منظورم اینه که ما نباید در واقع فشار رو روی طبقه کارگر بیاریم، بحث رو اخلاقی بکنیم، بحث خیلی سیاسیه. طبقه کارگر اون چیزی که ما میخواییم و میگیم انقلاب کارگری باید تونسته باشه خودش رو آماده بکنه، سازمان بده، طبقه کارگر به میدان بیاد، نمیتونه دست نبره برای قدرت سیاسی. مسئله این هستش. دانشجو میتونه اعتراض بکنه، دانشجو میتونه بیاد توی خیابون، میتونه شعار بده، ولی دانشجو دست به قدرت سیاسی هم ببره نمیرسونه به سرمنزل مقصود. برای همین طبقه کارگر بدون این سازماندهی سراسری که قطعا هر کسی درون جنبش کارگری تنها یک ذره دستی به آتش داشته باشه، میدونه اکنون درون طبقه کارگر مسئله سازماندهی، مسئله رهبری، مسئله آینده و آلترناتیوش مسئله شه. اینجوری نیستش طبقه کارگر بگه خب من میشینم بذار بچه های مدرسه ای بیان اعتراض بکنن، من میشینم بذاریم جنبش زنان بیاد ابراز وجود بکنه. خود جنبش کارگری به نظر من درون همین جنبش، جنبش دانشجویی و جنبش زنان رو جا داده و وقتی که اینها رو با در درون خودش داره، بنابراین برای قدرت سیاسی نقشه خواهد کشید. اگه کسی به این فکر نمی کنه باید بره فکری به حال خودش بکنه و این فشار اخلاقی رو روی طبقه کارگر ورداره. آیا چه می دونم کارگران پتروشیمی، الان ما صدها پتروشیمی داریم تو مناطق مختلف، تو همون منطقه عسلویه که الان شما داری صحبت می کنی که چقدر نظامیه، تحت در واقع پوشش قرارگاه خاتم الانبیا هستش، این همین کار دارن میکنن، یا نمیدونم منطقه ماهشهر اینها رو نگاه بکنی تحت پوشش سپاه قدس هستش. در واقع جمهوری اسلامی طی این سالها تلاش کرده قلب تپنده یک جامعه که مراکز مهم اقتصادیش هست رو کنترل بکنه و این کنترل از دستش در رفته. الان
اون موقع که هر جای یه دونه از سرهنگ ها و سرگرد های سپاه رو گذاشته بودن، الان ما میبینیم که این کنترل کم شده روی این مناطق و این رو ما مدیونه همون کارگرها میدونیم که نه امروز و دیروز. اتفاقا من یادم میاد که نزدیک 20 سال پیش بود ما در رابطه با مجمع عمومی و شورا تو همون قلب اقتصاد خاورمیانه اصلویه گزارش میدادیم. آیا همه این کارگرها رفتن خوابیدن تموم شدن اخراج شدن؟ نه، هستن توی محیط هستن و دارن کارهای بزرگی رو انجام میدن و به نظر من ما باید به قول معروف میگن یه مقدار صبر هم داشته باشیم، صبر داشته باشیم به خاطر اینکه میگیم قدرت سیاسی رو طبقه کارگر جابجا میکنه تو اون جامعه و تمرکزمون رو اتفاقا بذاریم رو مسئله سازماندهی. هرچه بیشتر توی این مراکز کارگری، تو محلات کارگری و در این حال صدای تمامی اعتراضاتی باشیم که تو اون جامعه هستش. من فکر نمی کنم که طبقه کارگر داره بی تفاوت به مسائلی که تو جامعه ایران میگذره نگاه میکنه. طبقه کارگر رهبرانش، سازمان دهندگان رادیکال سوسیالیستش، کمونیستش، چپش هست و دستی با آتش دارن. خب نسیم عزیزی، شما اشاره کردید در ارتباط با اینکه طبقه کارگر چجوری داره مقدمات اعتصابات سراسری کارگری رو فراهم میکنه. این اعتصابات به نظر شما چگونه میتونه به جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم کمک بکنه؟ تاثیر جنبش طبقه کارگر بر جنبش انقلابی کنونی چه خواهد؟ من قطعا هر کدوم از این اعتراضات، هر کدوم از این اعتصابات الان خیلی مواقع توی مدیای اجتماعی با هشتگ اعتصاب عمومی، با هشتگ اعتصاب سراسری، با در واقع با این هشتگ ها ما میبینیم که خاص اعتصاب سراسری هستش، بخشن به خاطر همون قدرتی که طبقه کارگر به مثابه طبقه داره. ما وقتی که اعتصاب رانندگان ماشین های سنگین و کامیون ها گسترش پیدا کرد در ماه گذشته یا اعتراضات و اعتصابات مدارس، خود به خود جوش و خروش بیشتری رو ایجاد کرده بود تو اعتراضات توده‌ای در شهرهای مختلف. قطعا وقتی که اخبار اعتصابات کارگران نفت مطرح شد، ما شاهد این بودیم که انگار خون تازه‌ای به رگ های جنبش توده‌ای تزریق شد، خیلی تعرضی تر و رادیکال تر. سنگربندی هایی که توی محلات می شد احساس می کردی که چه تأثیری داشته اینا. ما باید بپذیریم که این کارگران به مثابه طبقه کارگر همسر داره، فرزند دارن، تو خود اون جامعه اینا دارن زندگی میکنن، بچه دانش آموز داره، بچه دانشجو داره و خود همین ها به اشکال مختلف درون اون جنبش توده‌ای دارن نقش ایفا میکنن و قطعا اعتصابات سراسری کارگری به خاطر اینکه حتی توده های مردم هم از یعنی آگاه بر این امرن طبقه کارگر آستین رو بالا بزنه و اعتصابات رو سراسری و هماهنگ و زنجیره‌ای بکنه، جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و این اون جنبش توده‌ای رو که توی خیابون هستش و خیز برداشت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه قطعا تقویت خواهد کرد. این جنبش وقتی وارد اعتصاب بشه
جنبش دانشجویی رو تقویت کرده، جنبش زنان رو تقویت کرده، جنبش دفاع از محیط زیست رو. به نظر من همین الان جنبش دفاع از محیط زیست یکی از جنبش های بزرگه که در جامعه ایران جاری هستش و ما مدام شاهد تولید و باستولید تشکل‌های زیادی هستیم برای دفاع از محیط زیست حیوانات و اینها تاثیر می‌ذارن رو هم دیگه. برای همین من فکر می‌کنم که وقتی امروز من داشتم با یکی صحبت می‌کردم و گفتم کارگران پتروشیمی کرمانشاه هم وارد اعتصاب شدن، یه فریادی از دل کشید و این فریاد خوشحال کننده بود. من فکر میکنم که قطعا جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد سریعتر به مطالبات و خواستهای کارگران پاسخ بده، همونجور که در آبان ماه وقتی کارگران وارد اعتصابات شدن سریع بخش وسیعی از خواستاشون رو جواب داد، امروزم به خاطر اینکه این اعتصابات سراسری نشه، این اعتراضات آروم بشه، به خواست مطالبات کارگران پاسخ خواهد داد. اما جمهوری اسلامی ناتوان در مقابل جوابگویی به خواست و مطالبات هست. حتی با نرخ تورم 63% و تمام خواست طبقه کارگر رو، رفاه همه چیز رو به طبقه کارگر بده، چیکار میکنه با کارگری که میگه مرگ بر دیکتاتور؟ چیکار میکنه با طبقه کارگری که میگه زندانی سیاسی آزاد باید گردن، بازداشت شدگان باید آزاد شون، نمیبخشیم نه فراموش میکنیم جنایاتی که گذشته که بماند، ولی در همین 3 ماه گذشته جمهوری اسلامی انجام داده. به همین دلیل من فکر میکنم که کارگران، طبقه کارگر در مقابل حتی اگه این مطالبات هم به طبقه کارگر بدن عقب نشینی بکنن، بلکه هر پیروزی در هر اعتصابی در واقع کارگران رو به مثابه اون طبقه دهنده پیشرفتش رو هم هموارتر خواهد کرد. با تشکر بسیار زیاد از شما نسرین رمضان علی عزیز. ممنونم از این که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو دارم. شب و روزتون خوش.